أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين خب در بحث روزه ماه مبارک رجب فرمودن اگر کسی روزه میگیرد به نیت مستحبی به نیت روزه ماه رجب لذا هر وقتی که بخواه افطار میتونه از صبح تا نزدیک آذان هر وقت که دلش خواست میتونه افطار کنه و اگر کسی هم انسان رو افطاری داد دیگه نگوید که من روزه دارم چون روزه مستحبی است فورا افطار کنه خب این فرمودن هم ثواب روزه رو میگیره هم ثواب دعوت و لبیک یک مؤمنه چون یک مؤمن اگر انسان رو دعوت میکنه به یک چیزی انسان باید و فضیلت دارد که اون دعوتش رو لبیک بگه بگه خب باش یعنی دل یک مؤمن رو شاد میکنه اینطوری خب ولی اگر که بگه که من روزه نگیرم روزه دارم خب هیچی اون یمون ثواب فقط روزه رو میگیره ولی اگر کسی نیت کرده به نیت قضایی خودش یا پدرش یا مادرش یا هر کسی دیگه یا نماز روزه استجاری که بعضی از مؤمنین میگیرن الان مثلا بعضی از مؤمنین میگن که روزه واقعا به اصطلاح خیلی از مؤمنین در افغانستان در ایران مشکل دارن حتی بعضی از روحانیون که ما هم عرض کردیم از زبان آیت الله شیخ صادم یک وقت در قم ما این در همین کلیپا موجود هست که خیلی خوب از آدم یک تیر رو دونشان میکنه مثلا بر پدر بر مادر خود بگرد که یک کمک را که میکنه مثلا یک $200 $300 کمک که بر یک محتاج میکنه مخصوصا اونهایی که خانواده های با شخصیت هست یک عالم هست یک طلبه هست بگرد که یک ما قضای یک ما روزه بر نیت مادر ما بگی پدر ما بگی خب اگر که اونها روزه قرضدار نبودن خب ثوابش خیلی بالاتر میشه اگر قرضدار بود خود قرضداریش مخصوصا خانم ها که مشکل دارن خب بالاخره در هر سال 10 روز کمتر زیادتر روزه ازشان قضا میشه و از اون طرف هم در سن کوچیکی و کودکی مثلا اینها در سن 9 سالگی بنا روزه برشان واجب است که ضعیف است اکثرا نمیتونن یعنی مخصوصا در بحث روزه انسان خوب است که بر مادر خود بیشتر یک ماه دو ماه به حساب روزه قضایی به نیت مادرش که از دنیا رفته اونایی که از دنیا رفته دیگه اونی که زنده هست که خداوند اونها رو نگه داره بگه که یک ما روزه بگیره خب حالا این طرف روزه به نیت استجاری گرفته یعنی میگه روزه استجاری خب این را دیگه تا ظهر فرصت داره که میتونه گرفتار بکنه ولی اذان که داد دیگه نمیتونه از آن ظهر که داد دیگه نمیتونه افطار بکنه اگه کسی هم دعوت هم کرد بگه که بله من روزه دارم و روزه من روزه واجبی هست من از شما تشکر میکنم که شما دعوت به افطار کردین یا دعوت به حساب غذا کردین ولی چون من نیت نیت واجبی بوده دیگه بعد از نماز نمیتونم بعضیا به حساب در دعای ندبه مثلا سالهای قبل بود یا در جاهای دیگه خب ماه رجب ما اعلان هم میکردیم که این صاحب مثلا طعام یا صاحب این نظر از همه دعوت کرده که بیاین افطار بکنه خب دیگه اونجا بعضی هم میگه روزه ما مستحبی است نه من افطار نمیکنم بوده فایده نداره مثلا همون ثواب روزه رو میگیره خب وقت خداوند به حساب وقتی که میفرماید به حساب که اگر انسان روزه مستحبی گرفته خب اصرار نکنه دیگه روزه مستحبی گرفته سفره پهن است مثلا دعای ندبه هم در صبح است دیگه خب شروع بکنه به خوردن یا چاشت است روزه مستحبی است میبینی یک نظر است خب لازم هم نیست که بگه بیا کشف نشه همین که سفره انداخت دیگه نگوید این قیام نمیشه این ثوابش خیلی بالاتر است بعد از اون باز بخوره یا نخوره بله آ دیگه روزه رو که خورد دیگه تمام شد ادامه بده دیگه خلاص شد اونو خوب شد بله خب درباره ولادت آقا امام علی علیه السلام که در 13 این ماه هست چند روز دیگه انشاءالله یکی از آیاتی که در شأن امام علی علیه السلام هست یک آیه است که 5 صفت را بر مؤمنین مخصوصا بر امام علی علیه السلام ذکر شده
میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که میخواد از دین دوری بکنه، خدا نیاز نداره به ما که ما بیاییم برش روزه بگیریم، نماز بخونیم، نماز جماعت بریم. این ما خود ما احتیاج داریم. میره ده ها بار گفتیم آفتاب به ما نیاز نداره که ما خود در معرض آفتاب قرار بتیم یا نتیم، پنجرهایش کل پنجره رو بسته کنیم، سر خود تاریک کنیم یا از نورش استفاده بکنیم. این ما به آفتاب نیاز داریم، لذا ما به خدا احتیاج داریم. خدا به روزی ما احتیاج نداره، به نماز ما احتیاج نداره، به انفاق ما احتیاج نداره. میفرماید کسی که از دین میره بره، حالا به تعبیر ما بره سوی کارش. ولی ما یک تعداد افراد میاریم که پنج صفت رو داره. اولین صفت یحبهم و یحبونه، اینها هم خدا رو دوست دارن هم خدا اینها رو دوست داره. این خیلی است. ما که خدا رو دوست داریم، اما خدا کنه که خدا ما رو دوست داشته باشه، این مهم است. مثل اون نفره که گفت که ما خواستگاری رفتیم چطور شد؟ گفت دیگه تقریبا پیش رفته. گفت چطور؟ ما از طرف ما تایید است، یعنی ما خواست 50% پیش است که ما خواست کنیم، اما اون 50% از اون مانده. و مهم اون 50% که اونا قبول میکنه یا نمیکنه این خواستگار. خب مثلا ما خدا رو دوست داریم و اینی که خدا ما رو دوست داشته باشه این مدال هست. لذا کیار خدا دوست داره است؟ یا حبیب الذاکرین. حالا ما از کجا بفهمیم که خدا ما رو دوست داره؟ میگه اگر دائم ذکر هستی خدا تو رو دوست داره، چون خدا ذکر کنندگان رو دوست داره. بهترین ذکر گفتیم در این ماه استغفار هست. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اساله التوبه. بهترین ذکر در این ماه وارد شده لا اله الا الله است، 100 مرتبه، 1000 مرتبه، هر چقدر که انسان میتونه. اینها مانع کارم نیست، یعنی یک کسی که در آشپزخانه کار میکنه، خب خانم غذا درست میکنه ذکرم میده. خب ما یک دونه کلیپ هم درست کردیم به نام آشپزخانه بهشتی، احادیثی که درباره آشپزخانه آمده که یک خانم اگر میخواد یک غذای بهشتی درست بکنه چطور میکنه. خب باید مثلا گفتیم ذکر وضو میگیره، چی میخونه چی میخونه، که اون غذا غذای بهشتی میشه. و جالب هم این است که یکی از علما فهمیدن گفتن هر غذایی رو که شما میپزین غذای نظری بکنید، روی نمی غذا رو من درست میکنم نظر امام حسین، این غذا رو درست میکنم نظر مثلا حال ولادت امام محمد باقر علیه السلام روز رجب، این مناسبت ها رو در نظر بگیریم. غذا رو همین غذایی که بر خود ما درست میکنیم خود ما میخوریم. انما الاعمال بالنیات است. انسان مؤمن زیرک است، هوشیار است. خب همینطوری هم غذا درست میکنیم، بیزو میخوریم، همین ره فرمودن که نظری بگیم. خب این هفته مثلا ولادت امام محمد باقر علیه السلام است، خب ما این غذایی رو که امروز درست میکنم نظر امام محمد باقر، نظر امام علی، نظر فاطمه زهرا. خب دائما ما از غذای نظری استفاده میکنیم. خب این ذکر لا اله الا الله، استغفار، اینها دیگه مانع کارم نیست، کار خود میکنه، یکی درایوری خود میکنه، یکی مثلا آشپزی میکنه، خانه رو درست میکنه. خب این یا حبیب الباکین. خب ما از کجا میفهمیم خدا ما رو دوست داره؟ اگر ما اشک داریم در نماز شب و یاد گناهان خود میفتیم، اگر اشک از ما جاری میشد خدا ما رو دوست داره، چون خدا گریه کنندگان رو دوست داره. شما دیدین یک غریب، یک بیچاره در موبایل مثلا، یک خصوص بچه، یک خانم، اگر یک دو قطره اشک بریزه و واقعا اشکش بفهم آدم راستی است، خیلی دل آدم میسته، میگه هرچی که دارم بتیم برش. خب خدا که خیلی مهربان تر از ماست، یعنی 0.01% هم از مهربانی خدا را ما نداریم. ولی ببینیم یک بچه گریه میکنه، یک زن بیوه گریه میکنه، یک جوان گریه میکنه، ببینید از ده ها اطراف جهان تماس گرفته میشه که این رو پیدا کنید ما بهش کمک میکنیم. خدا که بالاتر هست. لذا امام علی علیه السلام همینطور بود. یکی از اون مثال ها این است که در جنگ خیبر، فتح خیبر هست. خب هر کس پرچم گرفت که برای جنگ کنه فتح کنه نتونست.
گروهی هجوم کردن هر کس. بعد جنگ مغلوبه شد، یعنی اونها قلعه را بسته کردن که مسلمان های قلعه در پشت خیمه در پشت اون خیبر بمانند تا خودشان خسته بشه ایلا بکنند. خب بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن فردا من این پرچم را به دست کسی میتم که او خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد. هر کس فکر کرد که کی هستی؟ این صفت برجسته رو پیغمبر دیدن که پرچم را داد به دست حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام با اون معجزه امامت و ولایت خودش در قلعه خیبر رو کرد و این را یک پل درست کرد که دیگه رفتن داخل قلعه و شر اون دشمنان اسلام و که در مدینه به عنوان یک منافقین شد قرارداد با اینها داشت، گفتن که تا وقتی که شما با ما را بیایید ما با شما مشکل نداریم. ولی اینها آمدن جاسوسی کردن، اینها آمدن نفاق انداختن، اینها آمدن دخالت کردن، خبرهای نظامی، خبرهای اقتصادی اهل مدینه را میبردن برای کفار میدادن. چندین قضیه رو دستگیر کرد، دیگه پیامبر فرمود که دیگه نشد به اصطلاح ما از ما و شما نشد، شما خیانت کردید. آمدن و اون قلعه را فتح کردن. لذاست که آقا امام علی علیه السلام همینطور خدا را دوست داشت و خدا هم امام علی علیه السلام را طبق این نص حدیث پیامبر گرامی اسلام. یا در زمان جنگ جمل پسرش محمد حنفیه را فرستاد. محمد حنفیه یک بار حرکت کرد رفت ترسید، تیر منداختن بگم دفعه دوم. آخر امام علی علیه السلام با اینکه سنش بالا بود دیگه در اون زمان شمشیر گرفت از دست پسر خود، حرکت کرد و قلب دشمن زد تا با آخر که اصحاب میگه دیگه ما ندیدیم. جنگ تقریبا دیگه وسط در وسط دشمن رفت و ما به جان امام علی ترسیدیم که دیگه دورش محاصره میکنن، آقا را به شهادت میرسن. فقط صدای الله اکبر امام علی را از بین اون خاک ها و دشمن ها میشنیدیم تا اینکه اون قدر به اصلاح وارد اون دشمن شد که آرایش نظامی اونها را به هم زد. بعد فرمودن وقتی که برگشتن فرمودن والله ما اريد الا الله عز وجل، به غیر از خدا من هیچ چیز دیگه غیر از خدا نمیخوام. یعنی وقتی کسی به خاطر خدا حرکت بکند اینطوری هست. حالا یک بنده خدا دیشب یا دیروز بود صحبت میشد در کویته پاکستان، خب حالا ما بحث سیاسی نمیکنیم ولی شبیه عزیز که خیلی از شیعان میکوشتن دیگه، بعد میگفتن که این بلوچا میکوشه، میگفت شما شیعان را یا هزاره ها را بلوچا میکوشه، شما باید بلوچا را بزنید. خب اینا جنگ میخواستن قومی بکنن. چندین سال این هست که چی؟ اون قدرت بلوچا، چون کویته بلوچستان است دیگه، گاز و نفت و طلا و همه چیز در این هست، پنجاب از اینا استفاده میکنن، یعنی گاز از بلوچستان استخراج میکنن. خود بلوچا، خود اون مردم های منطقه گاز ندارن، گاز میره در سمتای اسلام آباد و کراچی و اینجا، طلا همینطور دیگه همینطور. خب اینها بلوچا اعتراض کردن، خب اینا سران از اینا را زد. بعد یکی از دسته های همین حکومت های حکومت پاکستان میگه این بود که حالا تعبیر اون که بلوچا را با شیعه بردن که اینا به این خود درگیر بشه در فکر حکومت و احقاق حق و اینها نباشد. خب بعد یک تعداد افراد که به نخبه بودن فهمیده بودن، یکی از اون افراد جستجو کرد، تحقیق کرد، گفت که نه اینها دسیسه خود ارتش پاکستان است که میخواهد این جنگ قومی را بندازه که حکومت تسلط بیشتر داشته باشه و اینا ادعای حق و حقوق نکنند. گفتن به اصطلاح ما را هیچ کس بلوچی نمیزنند مگر خود دولت. خب اینا به حساب خیلی به حساب تظاهرات کرد و دیگر کرد و بعد خود ارتش پاکستان آمد با اینا نشست و دیگر کرد. منظورش این بود که گفت این آقا به اصطلاح که از نزدیکان ایشان هست، حالا با اسمش نمیبرم، از نزدیکانش هست، میگه گفت من گفتم این که این همه کلیپاش نشان داد که تظاهرات میکنه، دولت بسیار با چالش میکشه دیگه. بعد گفتم که این آقا بادیگارد داره نداره؟ میگفت نه هیچ چیز نداره.
یا هیچ چیز نداره، یک موتورسیکل کو نداره، در تمام جای هم میره، بین پشتونا، بین بلوچا، همه جای هم میره و میگه من بهترین سعادت این است که من رو بکشن، من به سن خود بردیم، من 75 ساله هستم و این سعادت است که آخر ما به شهادت ختم شد. و گفت اینا هم نمیزنن، چون اگر اینا بزنن من از من یک به اصلاح هیرو جور میشه، لذا من به جرأت میرم. یعنی واقعا یک کسی که جرأت داشته باشه و احقاق حق بکنه همه ازش میترسن. لذا الان امنیت به حساب در پاکستان، میگم در این چند سال در کویته پاکستان برگشته، چون مردم فهمیدن که نه اصل به حساب نه بلوچ میدن، نه هزاره بلوچ میدن، نه بلوچ هزاره، این اصل اینطوری است. یعنی واقعا بحث این است که انسان اگر به خاطر خدا کار بکند کار به نتیجه میرسه. لذا پس اولین صفت، چون طولانی شد من بکیش بگذارم بر روزهای دیگر، اولین صفت که ما در این ماه تلاش بکنیم که به این نتیجه برسیم که ما خدا رو دوست داشته باشیم که داریم الحمدلله، و خدا ما رو دوست داشته باشه. خدا ما رو چطوری دوست داره؟ با همین کارهای با اخلاص که یکی از اونها ذکر هست، یکی از اون رسیدگی و فقرا و ایتام و دفاع از حقوق مظلومین هست. خداوند انشاءالله این توفیق را ما عنایت بگردانه. و صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.